با سلام خدمت دوستان عزیز، انشاءالله که سالم و سلامت باشیم. حسین آقا حسینی هستم با یک ویدیو جدید از مجموعه ویدیوهایی که در مورد بیولوژی هست. امروز قرار بر شما قارچر معرفی بکنیم یا فنجیر معرفی بکنیم که توانایی تولید ترکیبات کربوهیدراتی داره که در حقیقت مشابه بنزین یا مشابه ترکیباتی مثل سوخت جت هست. قبل از اینکه در مورد این قارچ و خصوصیات از این صحبت بکنیم، کانال سابسکرایب کنیم، به دوستان بفرستیم تا از ویدیوهای جدید مطلع بشیم. اما این قارچ، نام این قارچ به اسم آسپرجیلوس کاربوناریوس هست که به صورت طبیعی در سطوح گیاهان و در داخل جنگل ها رشد میکنه. خیلی محیط رشد پیچیده ای نداره و یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه واشنگتن در مورد از این قارچ مطالعه کردن و فهمیدن با قرار دادن منبع‌های کربوهیدراتی خیلی ساده در اختیار از این قارچ، این قارچ میتونه کربوهیدرات های تولید کنه که مشابه سوخت جت هست یا مشابه ترکیباتی که داخل بنزین هست در میتونه تولید کنه. اما چرا قارچ؟ ما در آینده اگر فرصت بشه حتما در مورد کلیپ هایی که باکتری هایی که میتونن بایو فویل ها یا سوخت های زیستی تولید کنن و سایر قارچ های دیگه هم صحبت میکنیم. اما چرا معمولا بیشتر این اواخر محققا قارچ ها رو ترجیح میدن با باکتری ها تا توسط قارچ ها بیان بایو فویلر تولید کنن یا سوخت زیستی تولید کنن؟ به دو دلیل عمده. یک، این که رشد قارچ ها خیلی پیچیدگی خاصی نداره، مخصوصا این قارچ محیط کشت های بسیار ساده ای لازم داره و به راحتی رشد میکنه. دومین دلیل در حقیقت ارزان قیمت بودن خود این قارچ و محیط کشت و تجهیزاتی که لازم هست در ازی که این قارچ بتونه بنزین رو تولید کنه هست. جالب اینه که این قارچ وقتی که از ترکیبات کربوهیدراتی خیلی ساده استفاده میکنه، میتونه در اطراف خود در حقیقت وقتی کربوهیدرات های مشابه بنزین رو میسازه، خود همین ترکیبات کربوهیدراتی در حقیقت مشابه یک سد دفاعی عمل میکنن و اجازه نفوذ سایر باکتری ها به قارچ نمیدن و مثل یک لایه دفاعی برای از اونها عمل میکنن. باز در مورد از این اطلاعات در مورد قارچر در یک ژورنال یا در یک مجله به اسم فانگال بیولوژی به چاپ رسیده. می یک مقاله هم که در این رابطه توضیح داده پین میکنم به کامنت ها، میتونیم در مورد از باز در حقیقت اطلاعات به دست بیاریم. اما چه محیط کشت های استفاده میکنه این قارچ؟ به صورت خیلی طبیعی و ساده در گفتیم در جنگل و همچنین روی سبزیجات رشد میکنه، روی سطوح برگ درختان میتونه رشد کنه و یک منبع ساده کربوهیدراتی مثل جواری یا مثل ذرت برای رشد خود خود نیاز داره. اما وقتی قرار هست این بهینه سازی کنیم، کارهای تحقیقاتی روی از این انجام بدیم، سه محیط کشت معمولا برای رشد از این استفاده میشه تا ما این محیط کشت رو به عنوان ماده غذایی به قارچ بدیم و این قارچ در نهایت بتونه برامون بنزین رو تولید کنه. اولی محیط کشت به اسم کپاک یست اکسترکت آگار هست که به صورت مخفف به اسم CYA گفته میشه. محیط کشت شدمون به اسم دیکلوران گلیسرول آگار هست که DG18 گفته میشه به دلیل از اینکه گلیسرول 18% هست داخل از اون. و همچنین محیط کشت سوم به اسم مالت یست اکسترکت گلوکوز آگار هست که گلوکوز آگار به اندازه 40% داخل از اون و به اسم MY40G گفته میشه. البته گفتیم این قارچ به صورت خیلی ساده و راحت روی جواری قابلیت رشد داره و میتونه روی از اون رشد کنه. وقتی آمدن ترکیباتی که بعد از اینکه مثلا این داخل محیط کشت قارچ رو گذاشتن در 30 درجه هم رشد کرد داخل انکوباتور، بعد از اینکه ترکیبات از این مشاهده کردن، دیدن ترکیبات تولیدی این قارچ مشابه بنزینه یا مشابه ترکیباتی هست که در سوخت جت استفاده میشه. چند تا ترکیب هیدروکربونی که تولید کرده که مشابه بنزین یا ترکیبات مشابه سوخت جت هست، من اینجا برای شما لیست کردم خدمت شما معرفی میکنیم، توضیح میدیم. مثلا ترکیبات از جمله آندکان ها، دودکان ها، تترادکان ها، هگزادکان ها، 2,4-دایمیتایل هگزان، 4-میتایل هپتان، 3-میتایل 1-بیوتانول و همچنین ایتایل بنزین و همچنین اکسایلین از جمله مهمترین ترکیبات است، مخصوصا ایتایل بنزین که مشابه قابلیت اشتعال داره، مثل سوخت جت هست ترکیباتی که داره تقریبا و مشابه بنزینه. دارن روی از این کار میکنن روی از این قارچ تا ایر در یک سری از
راکتورها یا جایی که یک سری مکانهای، حالا خیلی ساده اگر بگیم ریاضی که بفهمن، یک سری محفظه های خیلی بزرگی که مواد غذایی قارچر داخل میرزن، یک قارچر هم داخل از اون میندازن تا داخل یک بایوریاکتور یا راکتورهای زیستی ای بتونه از مواد غذایی ساده استفاده کنه و ای کربوهیدرات ها رو بسازه. یعنی ما قارچر بری از اون مواد غذایی میدیم، از اون طرف میتونیم بنزین یا یک سوخت زیستی بتونیم به دست بیاریم. گرچه خالص سازی از او ممکن از لحاظ سنتی در همین مراحل ابتدایی کم سخت باشه، اما دارن روی از این کار میکنن تا این بسیار آسان بسازن، بهینه کنن، اصطلاحا مودیفیکیشن کنن تا در نهایت بتونن با حداقل ماده غذایی بتونن حداکثر تولید داشته باشن. خب کانال سابسکرایب کنیم، دوستا خان بفرستین تا از ویدیوهای جدید مطلع بشین. سوال اگه داشتین در کامنت ها حتما بفرستین. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار شما.